با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبانی هستم. در این روز سه‌شنبه، در این ایام کریسمس، امروز پنجم دی 1396 است و برابر است با 26 دسامبر 2017. خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است و خرسند از اینکه خاری است در چشم دشمنان آزادی، دشمنان ایران، دشمنان میهن، کسانی که در حقیقت یک کارنامه بهتره. اجازه بده که روزای سه‌شنبه در این ساعت میریم پیش آقای رئیسی. اجازه بده در همین مقدمه عرض ادب و احترام داشته باشیم با آقای رئیسی، خوش آمد بگیم و سلامی داشته باشیم. آقای رئیسی، درود بر شما. درود بر شما جناب بهبانی عزیز. میدونم هفته سختی پس سر گذرانده، امیدوارم شکیبا باشی و در صورت مسائل رو مثل سابق پیش ببری. و درود به بینندگان و شنوندگان گرامیتون. در خدمتتون هستم. قربان. نه، ما از اینا زیاد دیدیم. من عرضم به حضور شما که گرگ باران دیدم. همیشه هم تعریف کردم این داستان رو که وقتی که کارمو در سال 2001 روی صفحه تلویزیون شروع کردم، خب یه سابقه کوتاهی در رادیو داشتم، در سوئد یه کار مطبوعاتی کردم، چند شماره روزنامه یا شاید مجله بگیم بهتره، یه مجموعه مقالات بود تولید کردم و به همراه دوستان خوبم. و روزی هم که میان تیوی رو شروع کردم سال 2002 بود، موقعی که در تلویزیون رنگارنگ برنامه داشتیم، همون موقع به تشویق مدیر اون تلویزیون آقای داور به من گفتش که برو روی شبکه های محلی و لوکال، اونجا هم یه برنامه برای خودت بگیر. و منو راهنمایی کرد. ما هم به اتفاق همسرم رفتیم و متوجه شدیم که بعد یه کلاسایی رو بگذرونیم و رفتیم شبا سر کلاس نشستیم و یواش یواش با فن این کار آشنا شدیم. و بعد هم به ما اجازه دادن که بعد از گذروندن اون کلاس ها به ما اجازه دادن که تو همون تلویزیون برنامه داشته باشیم. به اینا توی اصطلاح فرنگی یا انگلیسی بهش میگه public access، یعنی دسترسی عموم. و شما اگه توی تلویزیون نگاه بکنید، یه کانال هایی هست که اینا اختصاص داره به، شاید بشه گفت بله، اقلیت ها از کشورهای مختلف و ادیان مختلف و فرهنگ های مختلف و اینها، یه ساعتی رو بهشون برنامه میدن که اونا بیان حرفشون رو بزنن. این معنای در حقیقت چارچوب آزادی است که همگان حق داشته باشه. و همون موقع هم به همت نازنینی که تازه یاد باشه که سال 2002 هستیم، تازه داستان داتکاما از سالهای 95 و 6 و اینا شروع شد، بعد تو اون سالهای 2000 یه ذره پابلیک شد، به سمت عموم چرخید. و من اونجا این میان تیوی رو به همت یه عزیزی نازنینی که بسیار هم به من لطف داره همواره، اون برای ما این در حقیقت دومین رو درست کرد. اسم تلویزیون میهن بود اون موقع که توی پابلیک اکسس بود، اسمش میهن بود. غالبا هم همون برنامه هایی که توی تلویزیون رنگارنگ اجرا میکردیم همونا رو درست میکردیم، فرمتش رو که بر اساس چارچوب تلویزیون های
معتبر، یعنی اینکه مجموعه برنامه باید چند دقیقه باشه، اولش باید کالربار باشه، بعد باید سیاه باشه، بعد باید تایتل باشه، بعد برنامه شروع بشه و بعد هم در پایان دوباره همین پروسه رو طی کنه. خب در طی این سالها اول کاری که من در اون دوره انجام دادم این بودش که چپ رو آوردم روی صفحه تلویزیون و هیچ وقت همچی چیزی امکان نداشت، اصلا وجود نداشت، چپا راهی نداشتن، جایی نداشتن، علاوه خصوص که اون داستان فروپاشی شوروی هم صورت گرفته بود یه جوری، در حقیقت اینو همیشه گفتم یه جوری اینا به لاک رفته بودن، در حالی که توی دنیا این بخش چپه که همواره در خدمت مردم بوده. اگر ما بیمه داریم، اگر 8 ساعت کار میکنیم، اگر مرخصی داریم، اگر این داریم و آن داریم، همه از تلاشای بخش چپه. وگرنه راستا مثل آقای ترامپ میبینی که یه قانون بیمه میاره که میگه که برای فوق ثروتمندان تا ابد اینا نمیخواد که از 14% بیمهشو کم کنه، از 35% اینو میاره به 21% میرسونه، 14% میرسونه. در مورد آدم های کم درآمد میگوید به تدریج تا به مدت 5 سال و بعد از 5 سال بر میگردی و دوباره بیشتر از اینی که امروز پرداخت میکنی بیمه پرداخت هایی کرد که جبران مافات بشه. این بخش راسته، اون بخش چپه. اما هفته گذشته آقای رئیسی توی برنامهشون اشاره کردن به موضوعاتی که به نظر من مهمه و از اونجایی که دیدیم خب برای ریتینگ اینا یکی از مشکلات این کوته نظرها اینه که چرا میهن تیوی مورد توجه هست، چرا ویدیوهاش این همه مخاطب داره، چرا سازمان مجاهدین مریم رجوی صحبت میکنه 80 نفر نگاه میکنن، چرا وقتی فرض کنید که آقای روحانی صحبت میکنه 4000 نفر، نمیدونم آقای یغمایی حرف میزنه 4000 نفر، وقتی ایرج مصداقی حرف میزنه بالای 20000 نفر آدم نگاه میکنن به طور متوسط، خب این عصبانی میشه. بعدم میبینی که میارن آدم ها رو، گفتم اگه میخوای ریتینگت بره بالا خب اون یارو آخونده بهترین ریتینگ رو داره رو صفحه تلویزیون، کنش رو هوا کرد و گوزید 400000 نفر اون ویدیو رو نگاه کردن، میشه اینطوری خب ریتینگ رو اینطوری بره بالا. دیدم که یکی دوتا از دوستان، بیش از دوتا، 4 نفری برای من ایمیل فرستادن و گفتن که این برنامه آقای کیانوش توکلی دوباره داغ کرده و برای من خیلی عجیب بود که این میخواد یه برنامه درست کرده به اتفاق یه ژیگولویی، نمیدونم اون کی بود، یه ترک ژیگولویی نشسته بود اونجا و خیلی برای من جالب بود. این یه برنامه یعنی 1 ساعت و 14 دقیقه، 74 دقیقه برنامه است که اومده پاسخ بده به آقای رئیسی که چرا آقای رئیسی گفته که غلو نکنید و این کمک نمیکنه، غلو کردن کمک نمیکنه، آرتیست بازی کردم، از اونجا پریدم، از اینجا رفتم، اینا کمکمون نمیکنه، در شرایط کنونی ما محکومیم به این که حقیقت رو با مردم در میان بذاریم تا اعتمادش رو جلب کنیم. در پاسخ به آقای رئیسی 74 دقیقه برنامه درست کرده کیانوش توکلی به اتفاق یه آدم دیگه، نمیدونم آزاد اسمش چی بود، که سنخیتی نداشت این آزادی با شخصیت اون طرف. میگم توی این 74 دقیقه 30 دقیقه اولش فقط راجع به میان تیوی و آرشیوهای وزارت اطلاعات که بارها اینا رو وزارت اطلاعات پخش کرده اونا رو در آورده، چیده پشت سر هم و فرستاده. حتی یه دوستی که گاهن برای ما هم مقاله می نویسه به نام بهنام میم
ما مطالبش رو چاپ میکنیم، یه مطلبی رو براش نوشته بود و فرستاده بود بدون اینکه به ما بگه، و اون در مقابل اسمش نوشته بود همکار میان تیوی، برای اینکه تخته کنه طرف رو، در مقابل استدلالش بگه این همکار اینه، نه دوست من، اون آدم من اصلا نه میشناسم نه ارتباطی باش داره، مثل بقیه آدما که مطلب میفرسته مطلب فرستاده، ما مطلبش رو چاپ کردیم، اگه برای شما مطلب فرستاده به اسم خودش باید چاپ کنی، نه اینکه بنویسی همکار میان تیوی. 31 دقیقه راجع به من حرف میزنه و بعد دوباره 20 دقیقه بعدش تو دقیقه 58 دوباره شروع میکنه بقیه رو به من پرداختن، و خود اون ژیگولوئه میگه که خیلی بامزه بود، میگه این ویدیوها رو که من از پنهان ازش نگرفتم، که این ویدیوها رو خودش با افتخار گذاشته که مخالفینش رو عذاب بده. یعنی من اون فوشایی که این آقا دستچین کرده از میان حرفای من، که اونجا هم تکرار میکنم میگم ابا ندارم، دیروزم تو برنامه آقای روحانی توضیح دادم، بازم میگم، بازم فوش میدم، هیچ ترسی هم ندارم و اینا رو توی چارچوب اخلاق و اینا قرار نمیدم، اشاره میکنه به این که این زیرنویس برنامه که ما اهدافی رو تعیین کردیم، این آدم فرق اهداف رو اصلا معنی هدف رو نمیدونه، هدف یه خواسته است که انسان ها تلاش میکنن که به اون خواسته برسن، اگه خواسته رو داشته باشی دیگه هدف نیست که، این هنوز فرق بین این کلمات رو نمیدونه، میگه آقا این ببین اینجا نوشته، خودش مینویسه اهداف این تلویزیون این است، ولی خودش نمیکنه این کارا رو. بعد اون یکی توکلی به دروغ میگوید که همه محور بحث جلسه گذشته آقای رئیسی این بود که دروغ نگیم، به دروغ میگه من به این گفتم به من وقت بده و من وقت نداد، میگه دیدی گفتم ایلادا، به همین دلیل این اهدافی که اینجا نوشته دروغه، یعنی اون شعائری که اونجا نوشته شده ایشون اصلا مخالفشه، میگه دروغ میگه. یا یه جایی میگه که من خودم همه برنامه های میان تیوی رو تماشا میکنم، همه برنامه هاش درجه که عالیه، خیلی هم یاد میگیرم، ولی این سعید بهبهانی خیلی آدم بد، و بعد دوباره شروع میکنه راجع به من حرف زدن. یا یه جا میگه که محسود سعد این برنامه رو برای تبلیغات آورده، من میپرسم آقای توکلی شما امید دانا رو برای چی آوردی؟ فخرآور رو برای چی آوردی؟ برای چی به اینا میدون میدی؟ برای اینکه ویدیو دارن، برای اینکه ویدیوهاشون رو تماشا میکنن مردم، برای اینکه تو میخوای بری مثل برادر آرون عمل کنی، بگی رفت تو چای زمزم شاشید که اگه برادرم معروفه منم میتونم معروف بشم، اینطوری معروفیت ارزش نداره. خب بریم پیش آقای رئیسی ببینیم که اصلا آقای رئیسی این داستانی که اینا چاق کردن در حقیقت میخواسته به شما جواب بده، آیا شما پاسخی دریافت کردی؟ چون میگم مجموعی این 74 دقیقه بالای 40 دقیقهش راجع من حرف میزنه، 31 دقیقه اول و از دقیقه 58 به بعدش هم دوباره برمیگرده راجع من حرف میزنه. چه پاسخی شما دریافت کردی از اینها؟ چی میگن اینا؟ حرف حسابشون چیه؟ یه جا میگه که خودش میگه که از سازمان چریکا دیگه هیچی باقی نمونده جز ما، بعد میگه که بله دفتر ما یه اعلامیه دار، این دفتر اینا کجاست؟ آدرسش چیه؟ آیا دفتری دارن؟ دستکی دارن؟ چی میدونی ازشون؟ خوشحال میشیم از زبان شما بشنویم. بفهمید. حالا چگونه آغاز کنیم؟ تا اونجا که من پیگیری کردم دبیرخانه اساساً نه بحث منو گوش کرده بود، مثلا محورش چی هست، اختلاف چی هست، دعوا چی هست، نه سخنان آقای فخرآور رو گوش داده بود بودند و نه آقای امید دانا رو در سایت ایران گلوبال.
برای من هم شگفت آوره وقتی که اینها گوش ندادن، فقط تیکه های انتخاب شده ای رو برای اونها ارسال شده و بر اساس اون قضاوت کردن. خب آدم به عقل و خرد اینها باید شک کنه. این همه صحبت شد، به اصطلاح یه بخش های کمیش اختصاص پیدا کرده بود به این شخص. خب آقای اصغر جیلو که انسانی است به شدت مورد احترام من، هم ظاهرا تو وهله اول با حفظ احترام گفته بود که این اتهام یا نظری که آقای رئیسی در رابطه با آقای کیانوش توکلی داده قابل قبول نیست، یعنی اتهام در صورت امنیتی که نه، بلکه خطر آفرینی هایی که برای جان دیگران کرد. ولی متاسفانه مسائلی به مراتب مهمتر در اینجا تر شده. آره رئیس، این تلفنت زنگ میزنه، یه جوری خاموشش کن صداشو، چون این دوستان های اعتراض میکنن به من. بله بله، من بیگناه هم اقوال دوستان هست. بله، صداشو ببندی تکلیف روشن میشه. بله. نه میگه که ببخشید کلامتو قطع میکنم، میگه که من فخرآور آوردم ولی اون وقتی گفت 3 میلیون کتاب اینا، من درسته من جواب ندادم برای اینکه اون داشت حرف میزد همجوری میرفت و من، خب تو اینو آورده بودی که ازش سوال کنی. من آقای رئیسی رو نمیارم اینجا ازش سوال کنم، من آقای رئیسی رو میام ازش خواهش میکنم یه موضوعی رو مطرح میکنم، میگم آقا راجع به این برای اون حرف بزن، ببین چی میدونی، نظرت چیه راجع به این اتفاقات. من پرسش و پاسخ نمیکنم از کسانی که در برنامه حضور دارن. شما میگی این آدم رو آوردم که ازش بپرسم، بعد میگی حرف رو برداشت و رفت. بله بفهم، دروغ میگه، آشکار دروغ میگه. برای که خود شما وقتی که تماس میگیری با کسی پی زمینه ذهنی نسبت به افراد نداری آقای بیبانی؟ قطعا داری، داری خب میری دنبالش دیگه، چارچوب فکریش و حدود صغور نظراتش رو میدونی. من فکر میکنم غیر ممکن است با شناختی که از شما دارم یه نو فاشیست رو بیاری تریبون بشیدی بگه هرچی دلت بخواست صحبت، غیر ممکنه. من خود من این کار نمی کنم. اسمش هم مسدود کردن آزادی بیان نیست. آزادی بیان به معنای آزادی یاوه گفتن نیست. بیان آزادی بیان به معنای جنگ روانی نیست. یعنی بیا تریبون بده جنگ روانی را بنداز، بیا تریبون ببینم دروغ را بنداز، بیا نظرات هیتلر رو بگو یا فلان، فکر نمی کنم هیچ. یا منحرف کنی مثلا جریان رو، انعراف بده، اصلا غیر ممکن هم چیزی نه. در هیچ کشور دنیا و هیچ رسانی هم چیزی وجود نداره. اسمش بذارن آزادی. تا حالا بیش از چند ساله، از 1900 و آستانه جنگ جهانی دوم فکر کنم رادیو انگلیس را افتاده یا اون حدودا، رادیو بی بی سی، تا حالا غیر ممکن هست شما گزارشی، مطلبی، تحلیلی، تفسیری، میزگردی بر علی منافع بریتانیای کبیر تو این دیده باشه، غیر ممکن. و یا خطاکاری ها و خیانت ها، سرکوب ها، جنایت ها که این امپراتوری رو اداره میکرده دیگه، همه کار رو کرده، غیر ممکن. بلکه با
عنوان یکی از کهن‌ترین رسانه‌های به اصطلاح لیبرال برای جهان آزادی، چون به اصطلاح همیشه سمت و سوش حفظ منافع بریتانیاست و مغایرتی هم نمیبینه که ادعا کنه این رسانه آزاد. یا CNN که سمبل رسانه های آمریکایی در رابطه با مسئله آزادی هست، من نمیدونم این خاموش کردم دوباره روشن شد چرا، سمبل آزادی هست، فکر نمی کنم که CNN اجازه بده و بیاره مثلا فرض کن یه نوع فاشیست رو هفته یک روز برنامه 2 ساعته بهش بده، دلت میخواد هرچی دلت میخواد بگو، تو همچه چیزی ممکن نیست، بلکه برعکس نقادانی رو میاره که نقد برمان مثال فاشیست کنن یا نقد بنیادگرایی اسلامی کنن، حداقل نمیاره اونجا تریبون نماز جمعه را بندازه، آزاد دیگه، اونم یه عقیده است، بنیادگرای اسلامی هم یه عقیده است، یک فکر دیگه را منحط خشونت طلب یا هرچی. پس بنابراین با این توصیفاتی که این آقا از آزادی داره، بسیار بسیار این تفکر درک از آزادی مخدوشه که من به خاطر رعایت آزادی این فرد یا اون فرد رو بیارم که به بنیانهای خود منم توهین کنم، توهین که نه، تحریف کنه، دروغ بگه و من به اصطلاح چیز بکنم، منم به اصطلاح اونو به چالش حداقل نکشم. اگر نمیتونی که تواناییش نداری، خودت هم معترفی، نوشتی که من یه پراتیسیان بودم، تو سازمان بهشون میگفتن کارپرداز تدارکاتچی، اگر در این هسته بضاعت یک کار روزنامه نگاری یا انتشاراتی و نشریاتی نداری، خب چرا وارد این میدون شدی آقا جان؟ کسی که میاد سایت میزنه با این درک فکری، اندیشه، نظری دارم که به دیگران منتقل کنم که اگر نشه مثلا یه گوشه کاری مملکت لنگه، ولی برای جبران ناتوانی خوده و برای اینکه به اصطلاح چیز بکنی، نیرو جمع بکنی، به کسانی متوسل میشی مثل این روزنامه های زرد اروپا که به شیوه های متوسل میشن تا مشتریشون زیاد بشه. این اسمش آزادی نیست. در آلمان حزب چپش غیر ممکن هست امکانات خودش، روزنامه خودش و به اصطلاح رادیوی خودش و تلویزیون خودش رو در اختیار فاشیستا بذاره، غیر ممکنه. حزب سبز هم غیر ممکنه، سوسیال دموکرات هم غیر ممکنه، غیر ممکنه میگم که بیان برنامه براشون بذارن. حتی محافظه کارا مثل CDU CSU حاضر نیستن این کارو، چون پیامد اجتماعی براشون داره. مثلا اشپیگل بیاد این کارو بکنه، تمام مشتری های فریخته خودش از دست میده، میگه اگه اینجا تریبون فاشیست هست ما نیستیم. این اسمش ولی تو اروپا اصلا ممنوع است. حالا تو دانمارک میگن آزاد است، نه آزاد است هم بیان از امکانات خودشون استفاده بکنن، حالا تظاهرات بذارن، میتینگ بذارن، کتاب بنویسن، ولی کسی نمیاد امکانات دیگری رو در اختیار اونها بگذاره. خب آدم وقتی که با نام چریک سابق فدایی میاد، تعلقات داره، مسئولیت ها داره، یک پیشینه داره، نام فدایی رو به لجن کشیدن چنان افتخارآمیز نیست. من به یکی از افراد سرشناس اینو تلفن کردم، گفتم من نمیدونستم که شما آلت دست کاگب هستید، یعنی از بد بنیانگذاریتون
کاگبه شما رو درست کرد. چرا دروغ به مردم گفتین؟ اگر حرفای فخرآور درست است، شما از بد و تولدتون توسط کاگبه درست شدین، چرا تا حالا دروغ گفتین به مردم؟ یا حرف اون راسته؟ از تریبون متعلق به شما این صحبت ها پخش شده. چگونه دبیرخانه شما نسبت به این مسئله بسیار کلیدی و حساس عکس العمل نشون نداد؟ ولی نسبت به اظهار نظر شخصی من نسبت به این شخص که میتونه راست باشه یا نادرست باشه، عکس العمل کتبی رسمی نشون. در صورتی که همین آقایی که شما اسم بردید که با آقای بهبهانی، اینا پانتورک هستن، با آقای چیز کیانوش توکلی، نه با من، بله معذرت میخوام، با کیانوش توکلی گفتگو رو سازمان، یه پانتورک افراطی است، آشنایی دارم من باش، و با چریک سابق فدایی به روز حقی و اینها تو در دسته پانتورک هستن، به یک انسان شریف آذری دیگه مرمزن از کادرهای بسیار قدیمی همین سازمان، سازمان فدایا و حتی اکثریتی، اینها به صلاح کتبن اتهام جاسوس رژیم جمهوری اسلامی و تیر خلاصن دادن. اسمش هم رفیق بزرگوار ما سیروس مددی است. چگونه رگ غیرت این سازمان دبیرخانهش بلند نشد اعلامیه بذاره که این پانتورکا چی میخواد؟ چرا؟ روی دوست گرامی از کادرهای قدیمی زمان شاه و دوست نزدیک بسیاری از رهبران به ویژه فرخ نگهدار بود، وقتی مورد اتهام سنگین قرار گرفت فقط اکتفا کردم به یه تلفن، بعضیشون یک تلفن برای دلداری دادن شخصی به دردش چی میخورد، هیچ کدومشون چیز نکردن، تنها کسی که ازش دفاع کرد من بودم. گفتم حتی این کار را که شما میگین کرده باشه، به اصطلاح من ظالم رو میگیرم، شکنجهگر رو میگیرم، نه قربانی رو. این کار نکرد، ولی اعلامیه رسمی ندادم و خیلی چیزهای دیگه، خیلی مسئله زیاد. وقتی خودشون رو متهم کردن که ضربه سال 1365 خیانت آشکار به اصطلاح موجودیت سازمان در داخل و قربانی کردن انسان ها بوده، چرا واکنش نشون ندادن؟ اینجا چه مشکلی بوده که این قصد سراسیمه اینا وارد گود شدن؟ من نابخردانه اعتقادم. البته بعد از این صحبتهای من گویا رفتم گوش دادن و من بهشونم گفتم من نمیدونستم سازمان شما از بنیاد تروریستی بوده و تاپ تروریست، سرکرده تروریست هم بیشن جزنه بود. خب اینا را توی برنامه های آقای توکلی به صلاح با بلاحت هرچه تمام در پخش کرده، بهشونم مثل یک موجود خفیف و خار هم آقای فخرآور از بالا با تبختر و تسلط بر این داشته حرف میزده و گویا من را تهدید کرده که اگر راست میگی بیا با فخرآور مناظره کن. شگفت‌انگیزه این موجود و این انحطاط رو نشون میده، انحطاط. خوشبختانه دوست گرانقدر ما جناب آقای جیلو که همواره مورد احترام من بود، وقتی متوجه زوایای دیگه مطلب شد، به اصطلاح تصحیح نامه نوشت، اول تایید نامه به نفعشون و بعد تصحیح کرد و گفت قصد من از نوشتن آن چند خطی که برای شما ارسال کردم به کیانوش توکلی، میگه فقط و صرفا
قصی چند اطلاع نادرست در صحبتهای دوست محترم رشبت رئیسی بوده و لاغیر. من لاجرم چند نکته رو باید در همین رابطه بعد از مشاهده کم و کیف پاسخ شما به تلویزیون میهن متذکر شوم، چون خود اصغر جیلی انسان با وجدانیه. اون برخوردی که با شما به تلویزیون میهن کرد بسیار اون رو ناراحت کرد که تو ادعای چیز میکنی ولی خودت در به پایین ترین سطح سقوط میکنی. البته من در رابطه با همین مسئله اطلاع اون دوست گرامیمون که تلفن کردم گفت اطلاعات من اینجوری میکنم در مورد کیانوش، گفتم اطلاعات من هم به اصطلاح خلاف چیز شماست، منابع من هم از شما قوی تره. پس بنابراین صرف این که شما تکذیب میکنید هیچی رو حل نمیکنه، برای که در همون کشوری که ایشون رفته به اصطلاح مهمان بوده دستگاه امنیتی اون کشور 4 بار به شما هم در مورد این فرد اخطار داده. و اون دوست گرامی ما هم که آدم بسیار مطلع بود تکذیب نکرد، فقط گفت که خب موارد دیگه هم بوده، ما نظر خودمون رو داریم در مورد افراد. بعد گفتم خب شما موارد دیگه هم بوده، میدونم نظر خودتون هم داشته باشید، ولی کدام درست بوده، کدام درست بوده؟ به عنوان مثال که الان برمیگردم به ضربه سال 65، چرا این دبیرخانه و کمیته مرکزی و هیئت سیاسی و کمیسیون تشکیلات و اینا همه خواب بودن؟ چرا اخطارها رو، مشتارها رو طرز بسیار بارز و روشن و شفاف اختارا بینا داده شده بود در رابطه با اینکه تمام شبکه داخل کشور زیر توره و سر دسته ها یا مسئولین اصلی در هر 4 شبکه، کمیته شرق، کمیته غرب، کمیته جنوب و کمیته ویژه، بیویژه دوست بسیار بسیار دوست داشتنی من که از قدیم در زندان با هم رفیق بودیم، منصور دیانکشوری، که قربانی بزرگ این پروژه بوده، با زبان روشن و شفاف نه تنها خودش گفته من زیر تور کامل هستم، یعنی سپر به سپر منو تعقیب میکنن، یعنی حتی راه فرار هم نیست، و به اصطلاح من توی این وضعیتم. دوست بسیار عزیز من جناب حمید منتظری، اون هم دقیقا همین رو گفت. حتی بخش بزرگی از تشکیلات غرب تهران نامه دادن به اصطلاح مرکز در تاشکند که همراه اینا رفته بودن که آقا این در خطر جانش، در خطره و محبت کنید نگذارید بیاد. خب من میتونم به راحتی الان این دبیرخانه رو مورد خطاب قرار بدم که انسانها رو به کام مرگ میفرستی، یعنی ارزش این انسانها براتون در سطح تبلیغات وقتی که چنین اخطارهای داده شده که الان تمام اخطارها رو براتون میگم با جزئیات، شما مأموریت مرگ فرستادین انسانها رو و خودتون در جای گرم نشستید پیامدها رو نمیسنجید که در ژوریش سال 65 که گفتم شما حالا نبوغ عجیب و غریبی تو آقای کیانوش بود، اگر چنین نبوغ بوده کشف تازه کردی، اگر چنین نبوغ بوده که تشکیلاتش نجات داده و چرا این رو برنداشتین مسئول تشکیلات کل کنین یا کارهای این از این نبوغ یادم استفاده کنین؟ الان میگی خب
برام اینا رو تمام باز میکنم، چون متاسفانه البته جناب جیلو سریع ابعاد قضیه رو درک کرد که این تایید نامه ممکن هست مورد سوء استفاده این شخص قرار بگیره برای توجیه خط فکریش و خط سیاسی که الان داره و ابزاری بشه برای مقابله با من، با شما و با دیگران. گفته توزیع سازمان فدایان اکثریت و چند خط مختصر من در توزیع برخی وقایع خواهی نخواهی و شاید هم ناخواسته به دستمایه‌ای از سوی شما، یعنی آقای کیانوش توکلی، برای ارضای احتیاج غیر قابل علاجی تبدیل شد که به شما و نه رقبای شما نمیتواند بدون آن احساس زنده بودن کنند. یعنی آقا معتادی، تو معتادی این کار هستی انفا بیاری و من اگه اتهام یه فرض زدم و بعدها ثابت میشه درست یا نادرسته، تو یه اتهام بزرگ به یک سازمان بزرگ سیاسی کشور زدی که آلت دست عروسک کاگبه بوده از بدنش. خب اینایی که برداشتن این پاورقی ها رو می نویسن غیرت دارن، طرفدار سازمان خودشون معرفی میکنن، شهامت دارن که دفاع از حیثیت و شرفتون بکنید. اگر می داشتید به جایی که به من بپردازید به دفاع از سازمان تو برمی شدید. و اتفاقا منی که سالها از شما دور شدم، حداقل به لحاظ تشکیلاتی، ولی اینقدر احساس تعهد و مسئولیت دارم در قبال وقایع تاریخی که نگذارم مثلا افراد بی هویتی که نه جنگ روانی بدتر از جنگ روانی رو راه انداختن برای پایمال کردن بسیاری از وقایع تاریخی، حداقل احساس مسئولیت کردم، جواب سخت دادم. ولی شما مثلی که حالا چی میگن اصلا احساس تعهدی حتی به سازمان خودتون هم ندارید. من نمیدونم چرا وقتی که چنین وضعیتی دارید چرا بنا به دبیرخانه اینها اظهار نظر میکنید؟ چرا مسئولیت اصلی تو دفاع از حیثیت و شرف این سازمان، دفاع از مثل خونهایی که ریخته شده، بنیانگذارانی که داشت. اگر شما رو متهم میکنن تروریست، خود دفاع از خودتون نداری. وقتی که شما رو متهم میکنن به آلت دست به اصطلاح کاگبه و خود دفاع از خودتون نداری، برای من واقعا شگفت انگیز هستید. شما دوم، آقای جیلو میگه خواهش اکیدم این است که نکوشید در گفتگوهای خود با دوستان و یا مجادلاتتان با رقبا و منتقدین به حق و نابحق خود صحنه رو به گونه آرایش دهید که این را در جبهه خود در مقابل جبهه مخالف بنشانید. یعنی درستم دیگه، یعنی طوری رفتار کرد آقای کیانوش که دبیرخانه پشت منه، آقای جیلو پشت منه و سازمان فدایا پشت منه. این ذهنیت رو در نوشتارش القا کرد که گفت همچه کاری رو نکن. عدم رعایت امانتداری و اعتیاد در این موارد قطعا چنین تصوری را که ذکرش رفت در اذهان القا کرده است، القا کرده است، نه اینکه خواهد کرد یا احتمال دارد بکنه. بخشی از ایرادات حشمت رئیسی به شما و دیگران قابل تعمق و دارای مزامین واقعی است و نمیتوان دیده بر آنها بست. اینکه سیاست سایت شما در برابر مسائل اصلی سیاست در ایران چیست، نه مورد علاقه من است و نه قصد ورود و جدل در این مورد را دارم، اما
بسی متاسفم که علی رغم هر نیت خیری که در فکر شما بوده و یا هست، بخش مهمی از مطالب سایت شما نتیجهش نه افزایش پرسشگری و آگاهی، بلکه ایجاد و تولید مستمر آشفتگی و مهمتر از همه ترویج و تبلیغ عامه‌گری مفرط است. یعنی بدترین چیزی که آدم میتونه یه روزنامه نگار بگه یا به اصطلاح عامه‌گری مفرط، و این کلمات با دقت بسیار انتخاب شده. سایت شما در پخش و اشاعه مطالب نادرست و بیپایه و حد کیسیت افراد، علی‌رغم اینکه شما معترض دیگران در این زمین هستین، دست کمی از آنها ندارد. سایت شما در دوره اخیر با ادعای تلاش برای ارتباط با نسل جوان ایران، نماینده نسل جوان ایران فخرآور، با ادعای ارتباط با نسل جوان ایران به جولانگاه نظراتی تبدیل شده که یا متعلق به گفتمانهای حکومت ایران و یا در خدمت آن است و یا از گنداب خیالات پردازش شده از اذهان روان پریش و مورد حمایت بدخواهان در خارج از کشور تغذیه میکنند. و واقعا این آدمی که آورده این روان پریشه، بیماره، این آقای فخرآور که به نوبه خود توسط نهادهای خاص حکومت ایران برای تضعیف و تمسخر اپوزیسیون و توجیه سیاست‌های سرکوبگرایانه دولتی بر علیه معترضین خود به یا گسترش تشتت و تفرقه در صفوف آنها اشاعه داده می شود. امید که طرح نکات فوق سببی برای برانگیختن تعمق و تعقل و نه احساسات شما باشه. من بسیار گویا، روشن و با کلمات به دقت انتخاب شده که دوست گرانقدرم جناب جیلو مطرح کرد، اینو کافی میبینم، چون نیت منم واقعا این بوده. به اصطلاح سالهاست آقا کار میکنه، اصلا کاری به کارش نداشتم، ولی وقتی که وارد عرصه هایی شد که به حیثیت شرف و به اصطلاح صداقت انسان ها، بنیانگذاران سازمان، به اینها اهانت آشکار شد، اونها را عروسک های خیم شب بازی سرویس های امنیتی خارجی معرفی کردن، بر خود دیدم که باید پاسخ بدم، چون بخشی از زندگی سیاسی من، مبارزاتی من در این چارچوب بوده. به گذشته خودم توهین نمی کنم و اجازه هم نمیدم، ولی نقد میکنم گذشته خودم، نظرات بیژن جزنی، انسان مورد احترام، تا دیگران رو. خب، ولی تخریب نمیکنم، ویرانگری نمیکنم. این کاری که ایشون میکنه تخریب و ویرانگری هست، زیر پوششی که آزادی، تعریفی که از آزادی داره بسیار ابلهانه است، با ذکر نمونه های تاریخی در هیچ جای دنیا دیده نشده. بای رئیسی، من یک دو تا سوال برام پدید میاد. اولا ممنونم ازت و واقعا تحسین میکنم حافظه شما رو. بله، بی بی سی رو الان نگاه میکردم در همین ایام، در ماه، بذار دقیق بگم که اشتباه نگم، 19 دسامبر 1932 یعنی پیش از جنگ دوم، ورلد سرویس کار خودشو آغاز میکنه و از همون دورم به زبان فارسی توجه میکنه و اونجور که از
کتاب ها برمیاد و آثار این بزرگان عصر رضا شاه پیداست. یکی از اهداف اصلیش هم در حقیقت حفظ هندوستان است و به همین دلیل استش که انقلاب روسیه رو خطر بزرگ برای هندوستان میدیده و اکنون که رضا شاه به آلمانی ها نزدیک شده و مردم ایران هم دیدن در این سالها حضور روسیه رو تزاری و نمیدونم انگلیس رو، خب طبیعتاً به سمت آلمان ها چرخش کرده بودن. آلمان هم در دوره رضا شاه خدمات زیادی از نظر صنعت و تکنیک تو ایران انجام دادن. بنابراین یکی از اهداف این پرژن بخش فارسی بی بی سی همین زدن رضا شاه در ایران بود. این من خواستم این تقدیری بکنم از حافظه شما که چطور یادت بود که این چه تاریخی بی بی سی درست شد. ولی اینه که شما کتاب میخونی، خب عزیزم عکس های توکلی همین برنامهش یک برنامه داشت در رابطه با رفتن شتارها، عنوانش شتورها باید برون، یعنی رضا شاه رو شتور کرد. آفرین آفرین آفرین. باید برم، یعنی کاملا روشنه. فقط به قول معروف کودن های سیاسی ممکنه فریب این بازی که بی بی سی آزاد هست، انگار اینجوری تعریف میکنن که انگار هر کی بره اونجا در بزنه میگه میخوام من مصاحبه کنم، میگم بفرما تو بفرما تو یا فلان. با خود من یک بار مصاحبه کردن، پخشم نکردن، میدونستم هم بهشونم گفتم. رادیو فردا یه بار با من مصاحبه کرد در مورد مسائل کارگری، مطابق سلیقه‌شون نبود، پخش نکرد. چیز روشنیه. یکی از اتهامات شما توی این برنامه به وسیله این آقای ژیگولو اینه که شما کارگری، بنابراین فهم و شعور نداری. این انقدر نمیفهمه که صنعت نفت، وقتی که راجع به کارگر صنعت نفت صحبت میکنی دیگه اون پایین ترین کارگر صنعت نفت به اندازه یک دیپلمه کار کرده توی فاخوخشوله های نمیدونم آلمان و نمیدونم دانمارک و اینا سواد داره. حالا اگر که خدمت کرده باشه اونجا، درجات گرفته باشه، در حد یه آدم دانشگاه رفته ارزش داشت در صنعت نفت. بنابراین تحقیر کردن آدم به عنوان کارگر بوده، اون یه کارگر که بیشتر نبوده، این از شخصیت سخیف این دو آدم برمیاد. اما سوالم هنوز پاسخ نگرفته. این میگه اصلا از ما کجا میگه؟ میگه سوال از سازمان دقیقه 58 میگه سازمان چریکا چیزی ازش باقی نمونده جز ماها. این ماها وقت یه دفتری دارن، بعد کجاست این دفترشون؟ کیا هستن؟ چرا به قول شما فقط اینجا اعلامیه میده؟ چرا اونجایی که ببین ایرج مصداقی در یه برنامه ای که این آقای سفیری بعد از اینکه آقای دهقانپور از وایس آمریکا اومد بیرون، آقای سفیری مسئول اون برنامه افق شد که بره جلوی صحنه و افق رو بگردونه، در یکی از همین برنامه ها همین بچه پررو رو آورده با ایرج مصداقی و اونجا این مدعی که چی خامنه ای رو بهش میگه که چجوری آخه شما میگی این از این مسیر با همین عباب و این دوتا آخونده تو این قایق نشستن دارن میرن اونجا، میگه از همون مسیری که چریکا رفتن. ایرج مصداقی اونجا فریاد میزنه که آقا سال 43 اصلا ما پدیدهی به نام چریک فدایی نداشتیم، اصلا فقط در دو دوره در پیش از انقلاب هست که یکی در اون مقطع سالهای 24 و 25 و ماجرای آذربایجان فرقه دموکرات شکست میخوره،
اونا آدما رو میبرن اونور به باکو، و بعد هم در سال 32 که دی دوباره فرار میکنن و میرن آلمان شرقی مستقر میشن. در بعد از سال 32 تا همین مقطع بعد از انقلاب که آدما فرار کردن در همین سالهای 60، ما نداریم که آدما به روسیه برن اونجا و نمیدونم پناهنده بشن، درس بخونن یا هر خزعبلی که این مدعیه. من پرسشم همینه که این سازمانشون چیه و چرا این سازمان فقط اینجا یه بار اعلامیه میده، چرا جای دیگه اعلامیه ای ازش نمیبینیم، وقتی که امید دانا اینا رو میگه و یا فخرآور چنین ادعایی میکنه، چرا پاسخ نمیده؟ من پرسشم رو میخوام از شما بفهم. البته برای نترام خارج از رابطه شما با هم دیگه اختلاف دارم و شما کارهای امنیتی کردی، اطلاعاتی کردی، تشکیلاتی کردی، بنده هم کردم، همه کارها رو کردم و منابع خاص خودم هم دارم، شما هم داری. خب من میخوام بگم، بپرسم، اگر یه کسی قهرمان بازی در بیاره، اتمام بعد قبل از اینکه یه کارهای تشکیلاتی مخفی، قبل از اینکه من براش هورا بکشم، یه مقداری به فکر فرو میرم. یک، این شجاعتش متعارفه یا داره میزنم بالا؟ چون انسان ها شجاعت متعارفی دارن، انسان نرمال ترس داره، اگر نترسه یا دیوانه است یا مشکلی داره. اتفاقا فیلمی رو میدیدم سالهای 52 در سینما سینمون، این از مبارزه مثلا آزادی خواهان در مقابل استعمار در آفریقا بود. یه شخصی بود که شهرت و آوازی بسیار پیدا کرد، یه آنارشیست ایتالیایی هم بود که اسلحه به این گروه ها میرسون. وقتی که آنارشیست رو گرفت افتاد زندان، دید که رهبر این جریان جنبش ماو ماو بهش گفت دستگیر شده اونجاست، خیلی خوشحال که با این رهبر آرزوی دیدنش داشت. بعد وقتی که بسرس خواستن این رهبر رو صداش کردن برای بازجویی، یک مرتبه این بابا علائم ترس تو وجودش دید، تعجب کرد، با تعجب گفت شما میترسی؟ بعد اون با خونسردی گفت که ترس غریزه است، تو همه انسان ها هست، یه نترس یه مشکل داره، ولی آدم شجاع فرقش با آدم بزدل تو این هست که وقتی که با خطر روبرو میشه، به جای اینکه پاهاش به حرکت در بیاد، باید عقلش به حرکت در بیاد، راه حل پیدا کنه. و وقتی راه حل پیدا کرد، اون موقع ترسش کاهش پیدا میکنه، اعتماد به نفسش میره بالا و دست به اقدام خونسازسازی میزنه یا اقدام های مختلف. کسانی که یه پروسه های کارهای مخفی بودن حرف های منو درک میکنه. ولی اگر یه کسی اومد خارج از استاندارد، مثلا تو زندانی، اونجا اقدامات خارج از مقررات یا چیزهای از این دست، خوب چیکار میکنه؟ به اصطلاح تنبیه میشه آدم، مجازاتش هم مشخصه، میبرن زیر هش کاب میزنن، بعد میبرن انفرادی، از این هاش هم معلومه. ولی اگر یه مرتبه وسط حیات زندان 400 نفری یکی بیاد بگه مرگ بر شاه، زمان شاه رو میگه،
دیگه یا دیوونه شده یا به قول معروف پشتش به جای گرمه، یا یه اصلا برنامه داره، پروژه داره، بهش القا کردن تو باید قهرمان بشه. همین بازی رو به اصطلاح مسعود بطایی نکرد با چپ و سالها در زندان همه رو به بازی گرفت، نکرد. شجاعت غیر متعارفی از خودش نشون میداد. بردم برازجون، زندان برازجون، اونجا با قاطعیت با پلیس درگیر شد، بردن زدنش، دوباره چیز کرد، فرستادن شیراز، بردنش بالاخره تهران. و در اونجا در صورت بعد از رسیدن به اونجا توی زندان برای شاه حرف زد. هیچ زندانی سیاسی من ندیدم که بیاد بگه مرگ بر شاه. خب بعد از این آرتیست بازی ها به اصطلاح چیز شد، به مرتبه خواستن چی بخواد، عزادی خواستش. برای اونجا فهمیدن که میخواد پلیس بشه یا میخواد همکاری کن. گفتن خب این همه غیرتی بازی ها چی بود، قصدش این وضعیت بود. ولی من یه سوال همینجا از سازمان میکنم، ایشون بعد از انقلاب در صورت دست تحویل سازمان داده شد و 120 صفحه بازجویی پس داد. و من این امکان رو پیدا کردم در صورت که باش گفتگو کنم. سوال من این است، از این 120 صفحه 4 صفحه بازجویی مربوط به سازمان فدایان بود، چرا مفقود شد این 4 صفحه؟ نه جای انتشار پیدا کرد و نه در اختیار طیف اعضای حتی رهبری همون موقع سازمان کامل نگذاشتن. چرا؟ کجا رفت؟ چه چیزایی در این بود؟ فکر نمی کنید که وقتی که قرار بود یک نظر بود، فکر می کنم هادی طرفدار این نظر بود که باید ترور بشه، باید کشته بشه، چون این عصر رو پذیرفته بودن خائن باید کشته بشه، ترور بشه. این عصر هم در یک دو مورد اشتراک کردن. تحویل اوینش دادیم، تحویل لاجوردیش دادیم و بیش از 6000 صفحه بازجویی بستن. فکر نمی کنید تمام اطلاعات عجیب و غریبش رو اونجا داده، تمام جزئیات تمام رهبران تمام زندان های شاه، چون هر وقت بردم سواب داشت که مثلا از یک متهم تو زندان قصر آدم مهمیه یا اطلاعات مهمی داره یا برای آینده میخوان بردم ریزی کنم چی میشه، این رو با کتک میفرستدن اونجا، هر جا میرفت اعتماد جلب بود. با تمام کسانی که رهبرای چپ شدن ارتباط نزدیک و فعال داشت، اما مورد احترام بود، کسی هم به شک نکرد. حتی وقتی که آزاد شد، پیشرس آزاد شد، فکر میکنم سال 55 آزاد شد، پروژه رخنه توی شبکه هبش رو داشت از طرف سامان، پشتش هم موساد بود. خب به همین دلیل نه کارهایی که اون میکرد اونجا قهرمانانه بود، نه فلان، این بازی سرویس های امنیتی یا فرار قهرمانانه سیروس نهاوندی رو مگه یادمون نیست؟ با پیشنهاد خودش که من یک گلوله به دست من بزنی طوری که فلج نشم فقط، و زدم. روز قبلش بردن به پیشنهاد خودش باز کابل اینقدر زدن بهش که پاهاش کاملا متورم شد و بعد فرار کرد. تا چون یک دکتری بود که قرار بود پلو اون هم سواک میدونست هم این، و این دکتر در صورت سواکی نبود، برای آدم خوبی هم بود. این خودش میرسون اونجا، اون دکتر شاهد میشه دیگه که این هم شکنجه شده بود هم تیر خورد. آیه قهرمانش فرق، و تازه تو شجاعت
یک انسان بسیار بی نظیر بود، همین سیروس نامدی. اطلاع دارم این تیر شلیک میکرد پیشانی فرد کاملا خورده میشد، پیشانیش خورده میشد، بهترین تیر انداز بود. این فرد خاندان خوبی هم داشت، از خانواده های کریم خانی بود، کریم خان زنده بود، اعتبار تاریخی هم داشت. ولی این برای چی سواکی چیز کرد؟ که تمام این دانشجوها و نیروهایی که استعداد مبارزه مسلحانه دارن این رو حل بدن پشت این، برای خیلی هم رفتن. به یه سری ها رو که سواک در خارج دنبالشون بود، هر کاری میخواست بکنه بیاره تو، نمیتونست، به وسیله آورد و دستگیر کرد. و وقتی که اولین نفری که شک کرد به کار این، همون فرداش خونه های اینا تمام محاصره میشه، 13 نفر قتل عام میشه. خب ما با این تجاربی که داریم، حالا تو میخوای به قهرمان بازی تو بلو خمم بکشی، فلان بودم و امان بودم، این بازی رو بذاریم کنار. خود همین چیز به من یه چیز رو گفت، پرسیدم که پلیس چه کار میکردی؟ گفتش که چند نوع هستی که خبرچین هم، نه آدم های معمولی هم خبرچین، بعضی وقتا خبراشون هم زیاد آدم جدی نمیکرد. و رده دوم مثل چجوری از سرهنگ ها، سرگردا، یعنی از لحاظ درجه بندی بخوام بگم، در یه همچون موقعیت تاکتیکی قرار میگیرن، یه منطقه رو میتونن پوشش بدن، کنترل کنن و هدایت کنن. همچون یک پلیس استراتژیک داریم. گفتم چیه؟ گفت این که میتونه توانای توریک، توانای سیاسی، توانای سازماندهی داره که میتونه رهبر یک سازمان بشه. بعد مطالعات خودم تو این زمینه گسترش دادم، دیدم همچه حادثه ای توی برزیل اتفاق افتاد و به منم گفت، گفت من اولین نیستم آقای رئیسی، آخری هم نیستم، اطراف خودتم با دقت نگاه کن. تو برزیل، از حزب کمونیست برزیل تو دوران جنگ سرد دهه 60، برزیل کشور حساس مهم است، حزب کمونیست داره مخفیه و 19 تا عضو رهبریش هست. اینا همه شناسایی میشن ولی شناسایی کشتنشون کافی نیست، دوست دارن همکار داشته باشن، چون در صورت اینا رو بکشی دوباره کمونیست یه جای دیگه تشکیلات دیگه درست میکنن. ولی حزب تحت کنترل کامل خودشون باشه، اون دیگه حالا هی هر کس میخواد علاقه چپ داره باید بیا زیر دست مامورین ما. به یک شب یک روز به همه اینا مراجعه میکنن جدا، دعوت به همکاری میکنن و مهلت 24 ساعت هم بهشون میدن، اگر چیز نکنید کشته میشید، نه یا جدی نمیگیرن یا فلان، جواب منفیه. فقط یک نفر جواب مثبت میده. 18 نفر در یک روز کشته میشن قتل عام. او یه نفر که جواب مثبت داده حالا باید قهرمان بشه، باید بلافاصله این سوال چرا یه نفر زنده مون، برای اینکه خیلی آدم مهمیه، برای که خیلی آدم شجاعی است، برای که خیلی آدم تیز هوشی است، برای اینکه فلان و بهمان دیگه افسانه سازی شروع میشه. این دونسته ایشون فرار از جنگل ها رو براش ترتیب میدن، فرار از مرز ها، همه این کارها رو براش انجام میدن که به واقعی قهرمانه. بالاخره این دبیر اول میشه، میمونه دیگه، اون حزب پلیسی شده دیگه، کنترل دستشونه، دست اونا تمام اطلاعات و
همه چی داد دست سیاهی. حتی این فرد سال 67 که کنفرانس بزرگ بین المللی اعضاب برادر تو مسکو تشکیل شده بود، ایشون در اونجا شرکت میکنه به نام دبیر اول حزب کمونیست برزیل. خب چه اتفاقی میفته؟ چون سند مهمه، یکی از سندهای مهم تاریخ جنبش کمونیستی سال 67 به نام بیانیه مشترک اعضاب برادر شورت. خب کارا انجام میشه، کنگره برگزار میشه، ایشون تشریف میارن برلین. اینجا برلین در زمان دیوار و دوران جنگ سرد یکی از کانونهای بزرگ جاسوسی جهان بود، یکی از بزرگترین یعنی مرکز بود، مرکز جنگ سرد بین شرق و غرب، بین آمریکا و شوروی برلین بود. حالا شوروی ها به اشکال گوناگون تلاش میکنن رخنه بدن که میتونن موفق هم هستن. معاون ویلی برانت میشه چی؟ 20 سال روش کار میکنن رو پروژه تا به ویلی برانت به قدرت برسونن و این معاون دیگه همه اطلاعات به اصطلاح دو صفر یا اطلاعات سری ناتو هم بهش دسترسی پیدا میکنه. اون فرد از اون طرف هم سیستم قویش روسا دارن توی برلین غربی اون موقع بعد کنترل میکردن این مراکز ناتو رو، مراکز جیشو با دوربین عکس اینا. بعد میبینن که این آدم در صورت رفته تو، عکسش گرفتن برای شناسایی میفرستن مسکو، میبینن که دبیر اول توی مقر جاسوسی ناتو رفته تو، براشون مسجل میشه. بعد میان میخوان حالا این رو یه جوری به اصطلاح اعضای خودشون رو، اعضای حزب رو متقاعد کنن که بابا رهبرتون پلیسه. نمیپذیرن. اینقدر شجاعت از این دیدن، اینقدر چیزهای عجیب دیدن ازش که باور نمیکنن. بعد چند بار به اصطلاح حزب منحل میشه، فلان میشه و بازم آلوده است. خب همین وضعیت در مورد عباس شهریاری در رابطه با حزب توده. شما برید کارهای محیر العقولی میکنه، یه پاش بحرینه، یه پاش کویت، یه پاش عراقه، یه پاش لبنانه و یه پاش کنار بختیاره، یه پاش فلان تیمور بختیار. تشکیلات عریض طویلی هم تو تهران را میدازه تو ایران که به نام تشکیلات تهران شهرت داره. تمام بقایای مانده که مایل به فعالیت هستن بعد از کودتای 28 مرداد تو این تشکیلات جمع میشه. به نام تقریبا میگن 700 نفر بود. یه تعدادی شما بعدها که رفتیم تو زندان دیدیم، مثل صابر محمدزاده، آصف رزدیده، اینا در عناصر من که ماندن توی زندان مانده بودن طولانی. اولین کسی که فهمید شوروی ها بوده، اونم از مرز شمال که می رفتن تلفن های به اسلام پاسگاه مرز ایران رو شنود می کردن و بعد دیدن که عبور پیک اون رو از در میاد چیکار میکنه، پاسگاه مرزی هدایتش میکنه که آره گزارش داره میده که داره میره فلان به ما. آخه بابا شما این آقایونی که راف دادن طرف شوروی رفتن فلان رفتن فکر کردید با ابله طرف هستی؟ از همه حرکت ها رو کنترل داشتن. اینجوری نبود تو جنگ سر، اینجوری نبود که همینطور راه بیفتی بری و بعدش هیچی شناخت دست دادن داشته باشن یا شناختی به دست نیارن. حالا بعد به حزب اطلاع میدن. اون موقع دبیر اول حزب آدم خوبی هم بود، شمالی بود،
اولین استاد فیزیک ایران هم بود. بعضی وقتا قبل از ایرج اسکندری بودن. ایشون وقتی که چیز میکنن بگن فکر میکنه توته است. بعد میگه این رفقا باز چی از جاسوس گیریشون گل کرده. نمیپذیر که توی جریان لو رفتن گروه بیژن هست که اونجا بیژنم به اصطلاح زیاد ظریفی رو که دستگیر شده میگه توضیح بده چی گذشته چی گذشته، همه چی داره دوباره بازسازی میکنن تو زندان تو سلول و اونجا میفهمن که به اصطلاح چون از امکانات عباس شریانی برای اولین گروه به فلسطین که میفرستن دوره ببینن استفاده شده بود، اون هم زرنگ بود برای که شک امنیتی بهش نکنن. با سواک تبانی کرد که اولین گروه رو بذار بره، هفت نفر باید میرفت، سه نفر یا چهار نفرشون اول بفرسته بره، چون آدمای از نظر سواک کم خطرتر یا کم اهمیتتر بود. اونا باید میرفتن از رادیو به اصطلاح علامت سلامتی میدادن با رمز و اینا میفهمیدن اینا راحت از مرز گذاشتن تا گروه دوم بره، که گروه دوم که دایی بیژن توش بود یا کلانتری فکر میکنم اونا رو گرفتن دیگه و اینا بازسازی کردن فهمیدن عباس شهریاری لودن و از طریق مورس بلا فاصله به زندان ها پیچید. یعنی تایید نظر روسا که زودتر فهمیده بودن به دلایل چیز بعد عباس شریف لورم و بعد تصادفی هم کشته شد. یعنی برد هزار چهره سواک شهرت پیدا کرد و اتفاقا اولین اعتصاب دانشگاه نفت آبادان به خاطر عباس شریف شد. چرا؟ چون بعد از این خدمات سنگینی که کرده بود خواسته بود که دخترش رو تو دانشگاه نفت آبادان قبول کنه. طبق اساسنامه‌اش که از زمان انگلیسی ها بود دختر نمیپذیرفتن. بعد دانشجو گفتن اگر آزاده چون میدونستن کیه، برای همه آزاد باشه، چرا برای دختر ایشون فقط؟ قبول نکردن، اعتصاب کرد. رفتم پلوی بار گفت در دانشگاه رو میبندم ایشون باید باشه و تونست تنها دختری که تو اونجا چیز باشه و دختر عباس شهریاری بود. خب ما این بازی ها رو تمام دیدیم و ضربات خوردیم. پس بنابراین این استدلال هایی که دوستان برای من میارن به درد خودشون میخوره، به درد من نمیخوره که تونست سالم توی همین ضربه 65 یک فرد که خودشون هم میدونن کی رو میگم از زندان 18 نفر رو میتونه سازمان بده با داستانهای محیر العقول که به قول معروف 2-0 رفته به اصطلاح معمول 2-0 رفت پرش هیچه و 18 نفر فراری میده از مرز، میان تاشکن و اونجا گزارش میرسه، گزارش بسیار بزرگی هم هست، تو قرنطینه هم هست. خب همه این رهبرهای سازمان هم میخونن شگفت زده هاج و باج. بعد چی میشه؟ تو این که فراری دادن نه این که همشون بدن، همشون آدم های خوبی هن. ولی خب این عملیات محیر العقول با همکاری خود رژیم است. بیش کسا شاک نمی کنه، بیشون میره مسکو خیلی تحویل میگیرن، میاد خارج که من آلمان وقتی مهاجرت از شوروی به آلمان هست توی کنگره اول بود فکر کنم، بیشون به شورای رهبری هم میره
مسئول کارم، انتشار کارم میشه همینا. تا یکی از همین 18 نفر به اصطلاح لب باز میکنه و اونجاست که همه چی برمیگرده. پس بنابراین این قهرمان بازی ها رفقا رو خارج کرد، داخل کرد، خاطر نویسی ها رو بذارید کنار. مسائل پیچیده تر از حرف هست. من خودم حداقل توی دوره های گوناگون فعالیت مخفی کردم و آشنا هستم خوب و معیار ارزش گذاری دارم رو آدم ها، رو توانایی هاشون، روی نقاط و قوتشون، ضعفشون. یه خاطره بگم همینجا، چون این بحثی هست که استمرار داره. طرف میکاره 10 سال بعد دروغ میکنه، این نیست که همین امروز دروغ کنه. همونطور که بتایی رو کاشتن که بعدها دروغ کنه، سیروس نهاوندی رو کاشتن بعدها دروغ کنه، و یا خیلی کسان دیگه. و اتفاقا ضرباتی که سازمان خورده در طول تاریخش بسیارش پلیسی بوده، بسیارش رخنه بوده، شناسایی بوده. همین خاطر رو بگم، بعد از ضربه به حزب توده رخورر در صورت این امکان فراهم شد که با سازمان اکثریت ارتباط برقرار کنیم، چون به شدت آسیب دیده بود، هست پول نداشتیم. خود من 6 ماه تمام به جیان مهاری توی جاده های قم تهران، قم صابه، قم تهران کرج اینا میخوابیدم با سختی و فعالیت میکردم. خیلی از کسانی که فرار کرده بودن از آذربایجان، از جای دیگه، امکان نداشتن، جا نداشتن، توی شهر پارک شهر اینا با زن بچه میخوابیدن، براشون جا درست کردم، خونه گرفتم، فران کردم، ولی خودم این وضعیت داشتم. بالاخره محبت کردم، به ما همین آقای جیلو کمک کرد، بسیار انسان شریف کمک کرد و ارتباط من رو دائم کرد. ادوان با جناب میسمی نماینده سازمان در قزوین، نماینده مجلس، نماینده کاندیدشون، یه معلم شریف بود، یا دبیر شریف بود، با ایشون ارتباط داشتیم که برای کارها. ایشون هم یه ماشین ژیان آبی داشت. من اینجوری بود که وقتی که میخواستم برم رو قرار، مسیرها رو از قبل چک میکردم، مسیر طرفی هم که میمد چک میکردم از کجا میان و اینا. اتفاقا من توی میدان چیف دکتر فاطمی، الان فکر کنم تو ذهنم باشه، الان فکر میکنم اونجاست، موقع اسمش دکتر فاطمی بود، شهرداری فکر کنم اونجا بود، شهرداری تهران بود. توی کنار خیابون تو میجان ماری پاک کرده بودم، نگاه میکردم سر دقیق و ثانیه باشه رفتنم. نادیدم ماشینش، جیانش رد شد. منم به فاصله 200-300 متر استار زدم و دنبالش رفتم. بعد دیدم وسط ما یه موتوری هست. نگاه کردم ترکیب، دیدم که خب اون که میرونه یه ریشوه مثل حزب‌اللهی هست، ولی اون که پشتش هست از این سوپر ژوگول های شمال شهر، پرچم آمریکا هم پشت کاپشنش و پرچم بزرگ، آرایش صورت همه اصلا مثل این مثل چیزای مثل اهل عشق و جوان های اهل عشق شمال شهر. این ترکیب منو به شدت کنجکاو کرد. اینا دوتا چیز ناهم جنس هم. پس علاقه ایدئولوژیک نیست اینا رو متحد کرده، یا به اصطلاح چیزهای اشتراکات اجتماعی. و هم به پشتش افتادم، دیدم
هر جا ماشین رفت با اونم فاصلهش با ماشین اولی کاملا حفظ میکرد و سر جمعه ها میپیچید پشت ماشین دیگه خودش پنهان میکرد کامل بسیار ماهرانه تعقیب میکرد. بعد من دیدم که اون ماشین دوستمون میسمی رو خاموش کرد، اونم با فاصله که پشت خودش چک کنه ماشین تا در خونه تپن نمی برد، به فاصله یک کیلومتر و نیم اینا 2 کیلومتر از منظر فاصله داشت. بعد دیدم اینا پیشیدم پشت یک کامیون از کنار خیابون خودشون پنهان کردن، موتوری واسه بعد چیکار کرد؟ اون جیگولوه که به منطقه میخورد، منطقه خیابون پهلوی بود، یکی از خیابونهای منشقه از خیابون پهلوی بود، یه سرش به خیابون پهلوی میخورد، باش سرش با فاصله با اون ترکیبش یه مثل شکی به وجود نیاره چون بچه اون محل دیگه، رفت دنبالش تا خونه رو شناسایی کرد و بعد برگشت سر کوچه که با چشم ورود و خروجی کنترل کنه. منم رفتم ماشین رو جای دیگه پارک کردم، از رو سر خیابون اومدم چک کردم دیدم الان نیستم، رفتم تو خونه، علامت شناساییم بالا بود که خونه سالمه، پشت پنجره اون علامت رو گذاشته بود. رفتم بهش گفتم رفیق عزیز مطلقا زیر تور هستیم مطلقا، و تعجب میکنم چجوری احساس خطر نکردی خودت. گفتم بهش که در خروجی دیگه هست؟ گفت آره. گفتم از در دیگه خروجی میریم سراغ ماشینت هم دیگه نمیریم، این ماشین شماره مماره شد، سراغ این ماشین نرو دیگه هست، حتی اگر با خانوادت ارتباط داری به اصطلاح ارتباط میگیری خانوادت هم نفرست داری ماشین. و بردم و دو سه تقریبا 2 ساعت 3 ساعت تا کرج این و برو بالا بیا پایین، بسیار البته کار سختیه با ماشین زده تغییر زدن یا اینا، با موتور خیلی خوبه، میتونی کاملا از دست تعقیب کنندگان فرار کنه که بچه های فدایی خیلی ماهر بودن در این کار. بگذاریم، بعدها متاسفانه نمیدونم رعایت نکرد یا چجوری شد دوباره آلوده شد، در صورت به انتداب دستگیر شد و اعدام شد. انسان بسیار شریف. خب یعنی این بخش از کار طبیعیه و بعد تسلطی که بخصوص بعد از وزارت اطلاعات که به وجود آمد، تمرکز اطلاعات صورت گرفت و تجارب ارگانهای مختلف موازی متمرکز شد، کارهایشون به شدت بالا رفت. دیگه این نیست که بیان مثلا فرض کن 4 نفر جمع شد بگیرن و یا فلان، نه، تا آخری نفر شناسایی میکنن، حالا یه حلقه میگیرن اون انکشاف میدن، از این بوم، از این فرد به بالای، از اون فرد به موازی، از اون فرد به پایینی، از اون فرد به خانواده، همین های پازل رو پر میکنن کامل تا مطلقا تشکیلات دستشون بیاد. حالا ممکنه آلودگی اول از بالا شروع بشه به پایین سرایت کنه، ممکن از پایین سخت‌تر کارشون به بالا سرایت بکنن و حلقه های ضعیف هم شناسایی میکنن، آسیب پذیر رو بوده کم هم نبوده، که همون روز اول دعوت به همکاری میکنن، به شرط همکاری آزاد میکنن و کردن و آمده رو قرارها و کارش رو ادامه داده. خب حالا این موارد رو که کنار بگذاریم، پس بنابراین ما پدیده هایی میبینیم که با جاسوس تاکتیکی سرکار نداریم، با خبرچی سرکار نداریم، با جاسوس استراتژیک خبر داریم. چرا؟ به این دلیل ساده،
وقتی که رفیق ما حمید منتظری با اون شکلی که کاملا گفته بود من زیر تور کاملا و اجازه، یعنی تقریبا یعنی که آقا ما رو نفرستید ایران، فرستادنش وقتی دستگیر شد تمام مطالبی رو که توی تاشکند گفته بود، ضبط شده بود یا هرچی بود، رو میز بازجو بود. صحبت ساده نیست، کوه میخواد آدم، فولاد میخواد، چون تمام این مطالب سری بود. تو گاف صندوق سازمان که یک نفر دسترسی بهش داشت، اونم به اصطلاح مسئول کل تشکیلات، رو میز بازجو. و خب انتظار دارید مقاومت کنه وقتی که از بالاترین رده این مشکلات به وجود بیاد. آقای رئیسی، یه پرسش یه عزیزی داره. وقتی صحبت از نهاوندی کردی، سیروس نهاوندی میگه که یه خواهری هم داشت، راست میگه، سیمین نهاوندی و برادرش، اونا تکلیفشون روشن نیست، چه شدن اونها؟ خبری از اونها داری ندارین؟ چه میدونی راجع به اون بچه ها؟ بودی سیروس نهاوندی هنوز توی ابهامه. آخرین باری که سازمان ردگیری کرد توی گکساران بود، دوران انقلاب، و نتونستم بگیرنش. ولی صحبت از توی یکی از کشورهای آمریکای لاتینه، صحبت از فلان مثلا. خب این خیلی از مأمورین ساواک با جمهوری اسلامی هم کاری کرد. من وقتی که سال 58 همین تازه انقلاب شد، چند مورد میگم که نشون بدم که این دستگاه یک لحظه هم نخوابید. نمونه، رفیق خود من یه جوان توده‌ای بود که زندان، کم سنم بود، آقای کشمیری، برای من تعریف کرد، میگفت یه علاقه خاصی، علاقه عاطفی به شوروی داشت. مثلا من یه بار رفتم اون بخش فرهنگی فیلم بود، من و رقیه دانشگری با کسرا اکبری با هم رفته بودیم اونجا بکنیم فیلم ها چی هستی، تا تماشا چم زیاد اومد از پیشرفت های شوروی فیلمش بود. من سالهای بعد، خیلی بعد رفتیم، ولی این همون روزهای اول رفت، میگفت من از اونجا در اومدم دو تا آدم قول پیکر، این جوسش هم کوچیک بود، میگفت من از زمین بلند کردم، سرهنگ فلان، سرهنگ فرمان، از ضد اطلاعات دردش. ببین تیمی که با خمینی اومد تصادفی نبود با اونجا، یعنی اینجوری بی برنامه نبود. این چمران از مامورین عالی رتبه CIA بود. کجا رفت؟ بلافاصله رفت ضد اطلاعات ارتش گرفت. از همون لحظه هم که کار شروع کرد، یه لحظه به صورت این دستگاه نخوابید، یک لحظه کارش هم کنترل شوروی ها بود. یعنی همون چیزی که از قبل تدارک دیده بودن برای به اصطلاح مبارزه جنگ سرد. تصادفی نبود، کل تبلیغات دست در دست قدس زده یه جاسوس دیگه سیاهی بود. آور ابراهیم یزدی یه جاسوس دیگه سیاهی بود. یعنی از روز هفت من خود منو که دستگیر کردن آقای مخبل بافینا، اون اکیپی که منو برد، اوین پلو آقای لاجوردی، تمام اکیپ شکار سواک بود. و به طریق اولا کلیه زندانی هایی که افرادی که اول همکاری یا همکاری می کردن، یک مورش سوخته نشد، ادامه دادن، و یکی دوتا هم نیست.
چون به اصطلاح ساواک به این نتیجه رسیده بود که هی درگیری مسلحانه بزن با کوب اینا چیز نیست، کارا نیست. در نتیجه سیستم جوش آورد، جستجو و جوش دیگه، جوش جستجو و شکار، این سیستم آورد که حاصل کارش همین نصف اسم بودم ده ها نفر دیگه از آدمای بسیار برزیده و اتوریته دار جاسوس استراتژیک در چیز کرد که بعد از انقلاب استمرار پیدا کرد. با توجه به این توضیحات برای من خیلی عجیب و غریب نیست که شبکه آلوده بشه، از بالا تحت کنترل در میاد. و من وقتی که نگاه میکنم میبینم که طرف تو تاشکنده، توی اتحاد شورویه، این پرونوم اونجا بوده. همین آقا یکی از دوستان ظریف ما که خیلی آدم بسیار جالب شوخی است، در مورد همین کیانوش گفته بود آخه این از اون چماقدارای فروخ بود، خیلی راست و حاد بود، مثلا تو افغانستان که اومد یکی از تو حوزه‌های حزبیشون سازمانیشون که اختلاف نظر پیدا کرده بود هفتیری کشیده بود رو شقیقه طرف گذاشته بود. حالا من نمیدونم این آدم با اون افراطیگری راستی چجوری که آزاردهنده شده که با ساواکی‌ها و با ساواکی‌ها که چه با فاشیستان با پانتورک‌ها و اینا آدم به اون شکل افراطی به این شکل چیز در اومده. غیر عادیه برای من این کارا، به شدت غیر عادیه. چون من آدم آقای رئیسی این برنامه برای شما نبود، پاسخی به شما نبود. این برنامه‌شون هدفشون تخریب من بود و در حقیقت به سبب اون تخریب میان تیوی و کسانی که در میان تیوی برنامه دارن. مگه میشه هم چیزی یه برنامه‌ای بخواد در مورد شما که اومدی گفتی میخواد بیاد پاسخ بده که نه آقای رئیسی حرفاش غلط؟ بیش از نیم ساعت، نیمی از برنامه رو اختصاص بده به من و اینکه من آدم بی‌تربیتی، انگار که مثلا کشف کرده. خب من خودم بارها گفتم این مطلب رو و این کشفی نیست، چیزی نیست. من در مقابل ناحق همواره می‌ایستم و تا اونجایی که زورم برسه عمل میکنم. عقب نشینی در کار من نیست، من عقب نمیشینم. همه کسانی که رسانه های فارسی رو به جد دنبال کردن یا حتی صاحبان تلویزیون ها که باشون برخورد میکنم، از آقای شهرام همایون که کانال یک رو روزگاری داشت و اداره میکرد تا عرضم به حضور شما آقای رفی نادر رفیعی که کانال امید ایران رو داره و اینها، خود همینا و خیلی کسا، حتی آقای لیمونادی به من چند وقت پیش گفت این کاری که تو کردی اصلا کار عجیب و غریبی بود، برای اینکه من خودم این کار رو دارم انجام میدم، میرم به اروپا، هر سال من میرم اروپا، دو ماه و نیم سه ماه اونجا میمونم، از پیش قرار میذارم، با مردم وعده میکنم، میتونم دو تا سه تا مصاحبه جور بکنم. تو ظرف سه روز که توی پاریس بودی سه تا مصاحبه انجام دادی. گفتم آخه من پنج تا بود، دو تاشو نگه داشتم برای روز مبادا، سه تا نبود پنج تا. و حرفشون هم اینه که تو تکلیفت روشنه، هیچ بالا پایین نکردی، زیگزاگ نزدی، این ور اون ور نرفتی. تو همون دوره‌ای که حخا در اوج بود و من تو همون تلویزیون بودم، تنها کسی بودم که تو همون تلویزیون ایستادم و گفتم آقای خزعبل داره میگه، این مزخرفات دارید میگید. درگیر میشدم ولی حرفم رو زدم، حرفم رو پس نگرفتم. من هنوزم انگیزه اینا رو به راستی جز این که
حسادت اسمش رو بذارم، حقارت اسمش رو بذارم، هیچ چیز دیگه ای نمیتونم بذارم. ولی آقای رئیس، این دوست ما از خواهر نهاوندی پرسید، از سیمین نهاوندی، آیا خبری از سیمین نهاوندی اینا هست نیست؟ چی میدونی؟ خبری نداری؟ من میگم فقط آخرین باری که اطلاع دارم رد از خود برای سیروس دست بود که کیپ هم رفته بود دستگیریش، ولی آدم زرنگی بود، خیلی زرنگ در رفته بود. بعدم این هم اطلاع دارم که آقای برتایی هم که بسیار تمام اطلاعاتش رو تمام تجربهش رو چیز کرده بود، اونم آزاد کردن از زندان، چون عمده برای چپ ها بود، این امتیازی بود. اگر به قول معروف یک کار برای مذهبی ها کرده بود اعدامش میکرد. اما تو اون برنامه، به نظر من تو برنامه قبلی شما به درستی گفتی که آقا قلوف نکنیم، این قلوف به ضرر ماست، این قهرمان بازی ها اینها به ما کمک نمیکنه، بلکه ما رو عقب میندازه از صحنه. و من فکر نمی کنم که این حرف غلط بود. یه جا چند جا امروز اشاره کردی به این آقای ژگولو، نمیدونم کیه، اسمش راست دروغ، اسمش قلابیه، اسمش حقیقیه؟ نام بابک آذری گفته میشه. آها، بابک آذری. ولی میگی پانتور که یعنی تجزیه طلب نیست، بلکه فاشیسته. فاشیست، پانتورکا فاشیست هم، اینا گرگ های خاکستری هم دیگه ها، یعنی نژاد خودشونو به گرگ ها، یه افسانه یا اسطوره ترکیه هست که گویا یک شازده با گرگ آمیزش میکنه، از دل اون به اسم نژاد ترک در میان ها، و خیلی هم افتخار میکنن به اسم به این چیزشون ها. اینا علاوه پانتورکا علاوه بسیار سیاسی تشکیلاتی از اولانباتور تا آنکارا، اینا رو پایتخت های خودشون میدونن. نه تنها چیز دارم، پانتورکیزم یه حالت تهاجمی داره، یعنی به اصطلاح حتی نسبت به الحاق طلب ها اینا اوبرتر هم. اصلا الحاق طلب ها هم داره توی ایران که میگن آذربایجان ما با آذربایجان بالا یکی بشه، یک کشور بشه، اینا الحاق طلب هم. پانتورکا اصلا میگن ایران بخش شمالیش، تمام منطقه شمال تا خراسان تا افغانستان، شمالش که ازبک ها هستن و اینها، تا قرقیزستان، قزاقستان و ازبکستان و مغولستان، همینا امپراتوری ترک باید باشه. یه همچون چیزی دارن و بسیار خشونتگرا هم هستن. خب ممنونم به حال، سپاسگزارم ازت. این برنامه رو ادامه خواهیم داد حتما، و منتظر میشیم ببینیم که کار به کجا میرسد. اما خیلی برای من جالب بود که اینا چجوری آب در هاون میکوبن و به خیال خودشون. خود این طرف وقتی میگه همه برنامه های میان تیوی خوب است، من همه برنامه های میان تیوی رو تماشا میکنم و همه رو یاد میگیرم، خیلی هم آموزنده است، ولی این سعید بهبانیه که آدم بدیه. امیدوارم این بدی ما رو به خوبی اون ببخشی. نگران نباش، اصلا اینجور آدم ها اتفاقا با شما ضدیت کنن به نفعتونه، چون نشوندنده این است که یه اصالتی در شما هست که پانتورک ها و نمیفهم این مطبوعات زرد و عقب مانده پاراپاگاندیست برای شما حرف بزنن. اگر نگران موقعی باش که چهار آدم خردمند بیاد بسیار شما را نفت کن. ممنونم ازم، سپاسگزارم. من چیز نیست، اصلا جای نگرانی نیست. منم بیشتر در صحبتم توی اون قبلی این است که خواسته بودم هشدار بدم. میدونی چرا؟ نمیدونم وقت اگر هست یه کوتاه بفهم. یک موج
اسطوره زدایی و تاریخ زدایی از چپ شروع شده. این از زمان رفسنجانی بوده و سرکوب توده‌ها در زندان و آوردنشون تو تلویزیون، این موج آغاز شد. یکی از اسطوره‌های چپ، حداقل تمام زندانی‌های زمان شاه، چه توده‌ای، چه فدایی، چه مجاهد، چه هر کس، چه ملی، برای خسرو روز به احترام قائل میشد. در صورت یا برای دکتر ارانی، اینا اومدن سعی کردن همین دوره رفسنجانی آگاهانه هدفمند شروع کردن با تبلیغات و یا با قول منم اراجیف نویسی و تاریخ نویسی چیکار کردن؟ اونو آوردن در سطح تروریست پایین ترور کرد. در صورتی که اگر شما بروید جنگای داخلی اسپانیا نگاه بکنید، فیلمی هم ساخته شده به نام گروگان تو ایران پخش شد، اونجا کاملا مشخصه یک انقلابی اگر با قول من یک گلوله داشته باشه، این رئیس پلیس و جاسوس و خائن جاسوسی میزنه، چون این ضربه‌ای که میزنه بدتره. حالا کاری ندارم، یعنی اونا این حالا امر مثبت تلقی بکنم. بسیاری از کتاب ها، بسیار ما اسطوره ها وجود میاد، یعنی شخصیت های نمادینی وجود میاد که سمبل مقاومت. مثلا همایون کتیرایی در زمان شاه، در صورت آدمی بود که خیلی هم زورمند بود، قوی کل بود، لور هم بود. ایشون رو با زنجیر می بردن بازجویی، این حال تاجومی داشت کاملا. اون خودش رو مرید روزبه می دونست، لازم مقاومت، مردانگی، شهامت، یا اون شعر معروف خسرو روزبه که رسم عاشق نیست با یک دل دو دل برداشتن، یا زجانان یا زجان بایست دل برداشتن، رسم مردی نیست چون جانوسیار و مایار یار دارا بودن و دل به سکندر داشتن. جانوسیار و مایار سردارای داریوش سومه، به ظاهرا یار داریوش سومه، سردار اینه، ولی دلشون برای سکندر اسکندره، ها خائنه. میگه اینا رو راست باش، وقتی که پیمان بستی با طبقت بیست روش نامردی نکن، وگر هم میخوای بری همونطور که آمدی بگو آقا من به این دلایل آمدم، الان میخوام به این دلایل برم. بر شفاف باش، نه اینکه پوست چپ رو، پوست فدایی رو، ماسک فدایی رو تو چهره بزنی ولی در خدمت به اصطلاح این کسان دیگه قرار بگیری. پس بنابراین اسطوره زدایی مثلا همین آقای فرج سرکویی، در صورت یه دوره راه افتاده بود، دوران رفسنجانی، که بالاخره اینجا در برلین و اینا که صمد بهرنگی چیز شده، غرق شده، نکشتن. خب باش، چرا این دوره میخواین اینو مسئله بسپارین دست تاریخ، تاریخ نگارای امنیتی؟ چون ما تاریخ نگار امنیتی نداریم، تنها کتاب تاریخ نگاری امنیتی که من خوندم مال فردوسته، یا از زاویه امنیتی به قضایا نگاه میکنه. الان هم یکی از برنامه های زیبای شما مال آقای فراستیه، چون به رویدادها از دید امنیتی نگاه میکنه، قابل استفاده است برای من. خب اینم زاویه دیدی آدم چی است به قضایا. بله آقای داد، من میگم مثلا هر کدوم ویژگی داره، زاویه دید فرد با چه پشتوانه. مثلا هیچ کس مثل آقای ایرج مصداقی نمیتونه با جزئیات مسائل درون سازمان مجاهدین هم توضیح بده، چون ثمره کار طولانی است. خب هر کس توی کار چیز میکنه، سمتگیری میکنه. پس بنابراین من نگاه میکنم این یونگ، شاگرد بزرگ فروید که خودش مکتب یونگ در روانشناسی رو داره، چیز جالبی میگه. میگه انسان یه ضمیر خودآگاه داره، یه ضمیر ناخودآگاه.
اینجا حافظشه و اونجا یه ملت ها هم همه جوری هم. یعنی ضمیر خداگاهشون حافظه تاریخیشونه، ضمیر ناخداگاهشون اسطوره هاشون. یه حزب سیاسی هم همه جوریه، یه تاریخ داره یه اسطوره داره. مثلا تو آمریکای لاتین کیا کیس اسطوره شدن؟ سیمون بولیوار اسطوره است برای آمریکای لاتین. زاپاتا، زاپاتا یه دهقانه با سواد نیست ولی نماد مقاومت در مقابل ستمه و اسطوره میشه. یا به اصطلاح خود فیدر چه گوارا، حالا اسطوره شده. هر چی قدم خواستن این اسطوره رو تخریب بکنن نتونستن. هنوزم مردم آمریکا جووناش همه مارادوناش هر که یه تیشرت مارادونا چه گوارا هست، اونا از تاریخ و اسطوره‌هاشون حفاظت کردن. اینجا من میبینم این آقای به قول معروف چریک سابق هم داره به اصطلاح تاریخ رو، تاریخ چپ رو نابود میکنه، هم اسطوره‌هاشو. اینجا یعنی که این طرف یک حافظه تاریخی دیگه نیست، حافظه اسطوره‌ای هم نداره، یعنی مانکورته، یعنی بی‌هویته. این پروژهش این هست. من حساسیتم روی اینه بگه اهمیتی نداره یادم آره بخواد بره پلیس بشه، بخواد نشه، بخواد بوده، بخواد نبوده، هر چی بوده برای خودش. ولی من روی این حساسم. بعد میبینم که اینها میخوان تمام، چرا؟ برای که خودشون، من بارها از وزیراشون خوندم که هر کارخونه هر جا میرن عدالت اجتماعی، عدالت اجتماعی. میگن این تخم لق رو این چپا تو دیا تو دهن کارگرا کردن، با این صد روبرو میشن. خب چرا؟ نئولیبرالیسم اقتصادی میخواد خصوصی سازی کنه، حراج سازی کنه، کارگر به برده تبدیل کنه. اینا صد مقاومت هم. پس بنابراین باید تمام نیکشای چپ رو نابود کنن. مگر همینجا وقتی که خواست نئولیبرالیسم در تهاجم کنه به دستاوردهای کارگرای اروپا، باید تمام گذشتهشون رو تخریب میکرد. سه نیرو در سطح جهان در اون دوران مقابل زیاده خواهی غرب به ناتو و آمریکا بود، یکی شوروی و اردوگاه سوسیالیست، دوم جنبش های آزادی بخش، سوم جنبش های کارگری اروپا و آمریکا کشورهای صنعتی بود، خیلی هم قدرتمند، که حتی برای اینکه اینها طرف چپ نرن، کارگرها همه به طرف شوروی نرن، به طرف اردوگاه سوسیالیست نرن، به اصطلاح دولت رفاه رو آوردن و سوسیال دموکرات ها آمدن با برنامه های رفاهی که سطح زندگی کارگرها رو برن بالا. بسیاری از دستاوردهای زندگی مدرن در اروپا، دموکراسی، سطح رفاه فلان، ناشی از مبارزه بوده. سرمایه داری نمیاد به کسی ببخشه. اول برنامه همینا رو گفتم دیگه، در اول برنامه گفتم که چپه. دقیقا وقتی هم که نگاه بکن چپ ضعیف شد، حالا این دارن چه تعرض میکنن، بیمهات کم میکنن، فلانت کم میکنن. الان وضع بازنشسته ها تو دوران دولت رفاه اینقدر اضافه داشتن، سالی دو مرتبه میرفتن اولاب یا چی میگه مسافرت خارج کشور. الان بابا وضع بازنشسته ها چنان وخیم شده که بسیار سخت میگذره بشون. حتی تو سوئد که یکی از جاهای مهم دولت رفاه بوده. پس بنابراین این به اصلا نولیبرال های بیشرف حاکم که میخوان بردهداری رو برگرد، بابا تو کجا ممکنه کارگر تو کارخونه شکنجه کنن، شلاق بزنن؟ مد شده تو ایران. به همت کی؟ به همت همین بیوجدان ها و بیشرف هایی که یه زمانی چپ بودن الان زده چپ شدن، در خدمت اینا در آمدن و میخوان تاریخ چپ ایران رو ننگین کنن، بی حیثیتش کنن، چپ رو به مسابقه عقب ماندگی و عقب ماندگی ذهنی معرفی کنن. اینا به پروژه هست، یه پروژه کاملا چیزه. حالا به وسیله انوش و منوش و اینجور چیزا و نمیم، به وسیله افرادی که بیان مثلا ضایع کنن شخصیت به اصطلاح صمد بهرنگی رو تا کسی دیگه جو بچه ها کتاب های صمد رو نخونن. برنامه اینه، چون خود ما پروسه شکل و شکلی و تکوین شخصیت خودمونه میدونیم، از کودا و کودکان
شروع کردیم، از کیان بچه ها شروع کردیم، از کتاب های پلیسی شروع کردیم، همه جور سن بالاتر خوشه های خشم بخون فلان بخون تا بیا عادت به مطالعه و اینا در ما رشد کرد. بعد دیگه سن 13-14 سالگی کتاب های ویلدورانت بخون، کتاب های تاریخ به اصطلاح آن آلبر مالر رو بخون، همه اینا رو بخون، کتاب های 20 جلدی 15 جلدی فلان. پس بنابراین اسطوره زدایی بعضی وقتا ببین فیلم های آدم میبینه اونجا که زاپاتا گرفتار میشه توی دام میفته تو تله، اونجا هم باز پلیس میکشونش، یک مأمور پلیس اونو میکشونه تو اون قلعه و مسلسلا منتظر تا تیربارونش کنن. اونجا اسب سفیدش فرار میکنه. اونها اونهایی که پروژه رو دنبال میکنن میدونن این اسب خطرناکه، اسب نماده، میگن اسب بشه بزنی، اسب بشه بزنی، چون دیقان پشت اسب زاپاتا هم حول اسب زاپاتا هم متحد میشه، اینا از اتحاد میترسن، حالا با زاپاتا یا اسب زاپاتا، که آخر فیلم هم اسب میره کله کو و با اسب سفید نماد چی هست؟ نماد ادامه، نماد حرکته، نماد به اصطلاح بقای جنبشه. به همین دلیل تحت عنوان واقع بینی، تحت عنوان آقا فلان اوی بیچاره ها چه جرمی کردن، انسان ها کشته شدن، تو میتونی نقد کنی راهشون رو ادامه بدی، نه اینکه تخریمشون کنی، ویرانشون کنی، تاپ تروریست به نامشون، آقا مامور کاگبه به نامشون، این بیشرمی تمام هست. خب تازه مگر مثلا فرض کن اعضاب برادر، اعضاب سوسیال دموکرات دنیا جمع نمیشن با هم، کسی اتهامش رو میزنن، اعضاب کمونیست هم جمع میشن، شوروی که دیگه نیست، اصل میگن آنها دوباره جمع میشن، حالا چی کارش کنین؟ اتحاد انترناسیونالیست، اتحاد بین المللی، اتحاد آقا کارگران جهان متحد شبیه مارکس، حرف بدیه، برای که سرمایه متحده، برای که اینا تو یه جای همه الان تو به صورت تو ایران اگر یه آلترناتیو این حکومت بره به طرف رادیکالیزم یا بره به طرف سوسیالیسم، همه آمریکایی‌ها نیرو پیاده میکنن برای نجات این رژیم، نمیذارن اینجا نیروهای ترقی‌خواه سوسیالیستی بیان رو کار، اینا صد بار کردن این کارو کودتا میکنن، هزار تا بازی رو میندازن. این نظر من این است که تمام کسانی که دروغین نیست، چپ دروغین نباشن، الان چپ نمایی، چپ دروغین و شیدا طرف چپه، خودش چپ میدونه ولی به راست میره. آخه تو از دولت رفسنجانی حمایت می‌کنی، دولت نئولیبرال هست. این مسائلی که الان به وجود آمده مثلا شوخی نیست، استمرار یه خط از زمان رفسنجانی تا حالا، حتی احمدی نژاد هم برنامه اقتصاد نئولیبرالی رو پیاده کرده توی مملکت خودش، اینا که اقتصاددان نیستن، خط نئولیبرالیسم به وسیله اقتصاددانهای نئولیبرال توی ایران پیاده شده و میره جلو، به جایی رسیده الان دیگه مردم چنان جوک میگن عجیب و غریب. امروز که برام فرستاده اینا بگم حسرتون کردم، بابای رفت ماهی گرفت، ماهی خیلی خوبی هم گرفت، آمد خونه دید که خب گاز نداره، دید که تاوه هم نداره، دید که روغن هم نداره، دید که نمک هم نداره، دید که همه چیزایی که لازمه نیست، پشیمون شد، میره ماهی رو برمیگرده به دریا. بعد ماهی خودش میگه درود بر شیخ حسن، درود بر شیخ حسن، ماهی های دیگه میان درود بر شیخ حسن، این کاری به وجود آوردی که دیگه صرف نمی کنیم بدبخت ها ماهی هم بگیرن چون ندارم این چیز ها. یا جوکایی رو، جوکایی رو که در مورد مرغ میگن الان تصاویری، یک جوکایی میگن عجبه، این نشوندنده چیه؟ این بابام جان ثمره کار یه خط فکره، این نئولیبرالیسم اقتصادیه، همه جا همین بلاها رو سر ملت ها آورده، حالا توی کشور ما به شکل افراطی و فلان. آقا شما نگاه بکن، همین امروز به من تلفن کردن تبریک گفتن چای رگ سفید خاموش، کسی اطلاع داره؟ تو رسانه منعکس شده، رسانه ملی،
این دوماس این چهار آتش گرفته. دوماس دولت فرانسه یا شرکت توتال 500 میلیون دلار پول میخواست تا بیه کنترلش کنه. خود کارگرا و کارمندای یا متخصصین حفاری نفت این چهار رو مهار کردن با چه سختی و وحشتناک، چون 12,000 پی اس فشار از گاز میزنه بالا. باید به اصطلاح آب دائم این ارتباط شعله آتش رو با منبع چیز قطع کنه با فشار قوی. و خطر وکیوم هست، یعنی مکیدن همه، یعنی تمام کارکنان که اطراف کار میکنن به اصطلاح میمکش تو چاه. با چه دلاوری، با چه به اصطلاح سرسختی و با چه تجربه این چاه رو مهار کرد. کسی به اینا تبریکی گفت؟ کسی از اینا قدردانی کرد؟ صدا سیما فیلمی از اینا گرفت؟ نه، در گمنامی. و روزی 24 میلیون دلار خسارت وارد میشه روزی به خاطر دو ماتش از روس اینا کار کردن. یه قدردانی ازشون، یه پاداشی. بابا زمانش شاه، زمان هم آمریکایی‌ها، برادر خود من به اصطلاح چای نفت رو 21 روزه به نفت رسون که تو تاریخ نفت بی سابق است. برادر بزرگم پرزیدنت شرکت سدکو سدیران از تگزاس بلند شد بیویژ آمد برای هم مطلب. ساعت رولکس 15,000 دلاریش هدیه کرد، هدیه کلان، و چون خیلی بی سابقه بود. البته شرایط طبیعی هم بعضی وقتا کمک به حفاری میکنه، زودتر میشه با مشکل پرابلم روبرو نمیشی میری پایین. این هم دیگه یک حالت استثنائیه، چون بعضی وقتا جا با مشکلات زیادی روبرو میشه و به تحقیق میدست. حالا اینجا کارگرا و کارمندا به این روزن، حتی رسانه ملی، حتی یک تشکر خشک خالی وزیر ابله نفت از این کارگر نمیکنه، از این کارمند نمی کنه. یه تشکر. ما با یه همچنون حالا تو این گیره دار یه مش بدذات الان که چپ نما هستن رفتن پشت دولت نو لیبرال به ضد کارگرانی که بردهداری تو ایران آوردن. بردهداری سیاه هستن. برده بگه چیه؟ کار بکنه و بهش نمیدن دیگه. این نمیدن. برده رو میزنن شکنجه میدن، اینم میدن. حالا تازه بردهداری اونان حق شکنجه نبود. اولین قانونگذار جهان حمورابی وقتی که آمد قانونگذاری کرد درس بردهداری هم بود. بردهدار حق نداره گوش ببره، دماغ ببره، حق نداره آزار به جسمی چون سرمایه است، و حق نداره شکنجه کنه برده رو. به همین اولین قانونگذار جهان بیش میگن حمورابی در همین باده. ولی ما رفتیم بردهای امروز ایران شکنجشون میکنن. یه گزارش رو دیدم روی همین سایت خوب مردم ریپورت، از کاوه ممنونم، نوشته بود که کیهان لندن با یه افسری مصاحبه کرده، یه سری عکس هم نشون میده از وضعیت معیشت نظامی ها، و میگه که این بیچارا فرمانده های سخیف به خاطر درجه، به خاطر اینکه امیر باقی بمونه، هیچ کاری نمیکنن، و بسیاری از همین درجه دارا به خاطر گرسنگی، به خاطر فقر، اموال پادگان رو میدزدن، و بعد یارو رو مثلا میگه میگیرن زندان میکنن. بعد عکس خونه های نظامی ها رو نشون میده، خونه هایی که یه روزگاری نظامی ها در دوران پهلوی ارج و قرب داشتن، نمیدونم خونه های در سازمانی میگرفتن، خونه های درجه میگرفتن، امکانات تفریحی داشتن، نمیدونم فروشگاه سپر داشتن، فروشگاه اتکا داشتن، همه اینا که از بین رفته هیچ. و فقر و فلاکت همه جا رو فرا گرفته، و اینها همه نگران اینن که چرا تلویزیون میهن من دو تا کلیک بیشتر داره. این بدبختی جامعه است. به حال آقای رئیسی ممنون و سپاسگزارم. برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدرت آرزوی بهترین دارم تا
تا فرصت دیگر و سه‌شنبه دیگر و سخنی دیگر. ممنونم از شما. فقط نگران نباشید. نه اصلا ما گفتیم گرگ بارون دیده ایم. ممنونیم از شما. متشکرم. به هر حال دوستان، شنیدیم فرمایشات آقای رئیسی رو و اینم در حقیقت یه گزارشگونه بود که بدانید که علی‌رغم همه این مسائل ما این کاری که داریم انجام میدیم آسون نیست و کار همون سلوک است، راه پرپیچ و خم کوهستان. مهر کنید، سایت میان تیوی رو به دوستانتون معرفی بکنید، لینک ها رو فراموش نکنید. لینک ها تو شبکه های مختلف اجتماعی قرار میگیره، الان خصوص کانال تلگرام که فعلا در ایران قابل دسترسی است، اون رو به دوستانت معرفی بکن. و بعد هم برای رسیدن به هدف قائی نهایی مسئله مالی خیلی مهمه، اینکه آدم دغدغه مالی نداشته باشه و این از عهده یه نفر و دو نفر بر نمیاد. بنابراین ما همیشه دست نیاز به سمت شما دراز میکنیم و از شما یاری میخوایم و همواره گفتم که انتظارم اینه که یه عده‌ای پیدا بشن. همین ما هم الان 2000 دلار کسی داریم، الان 3-4 مرتبه است داریم میگیم، هیچ اتفاقی هم نمیفته. میدونم ما پرخرجیه برای همه، ولی به هر حال هوای ما رو هم داشته باشید. یه عده اگه پیدا بشن، یه تعهدی بکنن برای یه مدت معینی، یه مبلغ معینی رو که بشه روش برنامه ریزی کرد، بالاخره کمک میکنه. امیدوارم که این صدای ما شنیده بشه. ممنونم ازت.